منم آیار اخراب و عرض سلام به خبر شش عصر از شمشاد خوش آمدید. امروز شنبه 28 اثر سال 1402 هجری خورشیدی است. سرخط مهمترین ها. بزرگداشت از 104مین سال روز استقلال کشور در کابل. وزیر امور داخله در این نشست گفت که کشورها نباید زور آزمایی را تکرار و در امورات داخلی افغانستان مداخله کنند. خواست افغانها به مناسبت 104مین سالگرد آزادی کشور. افغانها میگویند که حکومت سرپرست باید به مطالباتشان پاسخ و دروازه های مکاتب دختران را باز کند. و تحقیقات پلیس پاکستان نشان می‌دهد که 80 خانه و 19 کلیسا در پی هجوم مسلمانان در پنجاب سوختند. مشروح خبرها، من فیصل فیضان هستم. از 104مین سالگرد استقلال افغانستان در وزارت دفاع ملی تجلیل به عمل آمد. در این نشست مقامات امارت اسلامی گفتند که بدون موجودیت امارت اسلامی تأمین امنیت جهان ناممکن است. از سوی دیگر سرپرست وزارت امور داخله میگوید که کشورهای منطقه و جهان باید از تکرار و استقرار زور آزمایی پرهیز کنند و مشکلات داخلی خود را به گردن حکومت افغانستان نیندازند. امارات اسلامی از کشورها میخواهد که در امور داخلی افغانستان دخالت نکنند و در صورت ادامه نسبت به واکنش‌های جدی هشدار میدهد. به مناسبت 104مین سالگرد استقلال افغانستان در نشستی که در وزارت دفاع ملی با حضور داشت مقامات ارشد نظامی و سیاسی امارت اسلامی برگزار شد، بسیاری از منصوبین وزارت دفاع ملی برای تجلیل از این امر گرد هم آمدند. سرپرست وزارت دفاع ملی میگوید که اکنون افغانها پس از شکست از سه بر قدرت در یک قرن گذشته به استقلال واقعی خود دست یافتند، اما وی اضافه میکند اکنون زمان آن فرا رسیده که افغانها پس از پیروزی در استقلال و جنگ روی مسئولیت های اصلی خود تمرکز کنند و برای انکشاف و آبادانی کشور دست به دست هم بدهند. یوه پیړی کی مو انګریزانو ته ماته ورکړه، روسانو ته ماته ورکړه او امریکا ته ماته ورکړه. همدا د افغانستان د اولس ملت مشرانو او کشرانو ټولو د پاره د ویاړ ځای دی او د فخر ځای دی. الله جل جلاله دی نور آینده پیړی پر موږ او تاسې باندې په سوله، امنیت، ورورولي او ښه فضا کې راولي. معاون سیاسی ریاست الوزرا از آمادگی حکومت برای داشتن روابط خوب با همه کشورها خبر می دهد و خواهان تعامل و عمل مشابه از جامعه جهانی است. وی همچنین اضافه می کند که امنیت جهان بدون امارت اسلامی به طور کامل تضمین نمی شود و اگر جهان می خواهد که خاک افغانستان علیه دیگران استفاده نشود، این امر بدون حضور امارت اسلامی ناممکن است. د دنیا او د سیمې د ګاونډیو ملکونو امن هغه د افغانستان په امر پر تړلای دی. که دنیا دا غواړي چې افغانستان په امن وي، د موږ نه افغانستان ته ضرر پیښده شي، دا کار اسلامي امارت کړی او اسلامي امارت کولی شي. او که دنیا دا غواړي چې افغانستان د مخدره موادو د تخلیط څخه پاک وي، د مخدره موادو د قاچاق څخه پاک افغانستان وي، دا اسلامي امارت عملا په دې کې ګام اخیستی او دا د اسلامي امارت نه پرته بل څوک نشي کولی. از سوی دیگر سرپرست وزارت امور داخله بدون ذکر نام کشور خاص میگوید که افغانستان مسئول حل مشکلات داخلی دیگر کشورها نیست، بنابراین کشورهایی که دچار مشکل هستند باید مشکلات داخلی خود را خود حل کنند. وی می افزاید که بجای تکرار اشتباهات و زورگویی با امارت اسلامی، جهان باید راهی برای تعامل با حکومت افغانستان دریابد. که ځان ازادي اخستی ده، خو د خپل د ځان د نقصان محاسبه مې د تاسو سره نه ده کړې. اخر دا عدالت انصاف دنیا ته هم پکار دی چې نور په افغانانو باندې دوی خپله زورواکي، خپله بدمشي نه وازمویي. دوی د نیک تعامل د افغانانو سره اختیار کړي، نیکه لاره د اختیار کړي. سرپرست وزارت امور خارجه در اشاره بر روی کار آمدن امارت اسلامی میگوید که برای اولین بار کسانی که درگیر جنگ مستقیم با کشورهای عضو ناتو تحت رهبری آمریکا بودند به قدرت رسیدند، در حالی که به گفته وی بار اصلی جنگ بر دوش مردم بود، اما افراد امتیاز طلب به قدرت رسیدند. بیا چې کله د پخوانی شوروي په ضد باندې جهاد وسو، هغه جهاد هم د دې وطن ولسونو او دینداره طبقې وکړو.
ولی سی وقت اقتدار راغی ائتلاف وسو له کمونستانو سره له خاینانو سره او هغه څوک قدرت ته ورسېدل چې له هغوی بیا د جهاد ارمانونو دفاع ونه کړای سوای. همداسې تر دا اوسه پورې دا ځل الحمدلله ثم الحمدلله چې د امریکا په مقابل کې کومو ولسونو کومو انسانانو کومو شخصیتونو قربانی ورکړې وه اقتدار هم هغوی په لاس کې اخیستی ده. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء در این نشست از کشورهای همسایه، منطقه و جهان میخواهد که از مداخلت در امور داخلی افغانستان دست بردارند. ما نمیخواهیم در امورات داخلی هیچ یکی از کشورها مداخله کنیم. البته احترام و روابط از دو جانب میباشد. اگر کسی مداخله کند در او صورت ما حقوق خود میدانیم که بالمثل جواب بدیم. در پایان نشست منصوبین وزارت دفاع به افتخار روز استقلال افغانستان به احترام شهدای رای آزادی در محوطه وزارت دفاع ملی بر منار استقلال گلها را گذاشتند. پوره 104 سال قبل از امروز ملت غیور افغان تحت قیادت شاه غازی امان الله خان و بعد از قربانی های بیشمار به تاریخ 28 اسد سال 1919 استقلال افغانستان را دوباره از امپراتوری بریتانیا به دست آورد. مقامات و سیاسیون پیشین در پیام‌های خود به مناسبت سالگرد استقلال روی اتحاد ملی تاکید کردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین یک بار دیگر از حکومت سرپرست خواست تا درب مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران باز کند. انس حقانی عضو رهبری امارات اسلامی نیز این روز را در تاریخ افغان‌ها یک روز زرین خوانده است. په ټولنیزو رسنیو کې د عامو افغانانو سربیره پخوانیو سیاسیونو او چارواکو هم د افغانستان د خپلواکۍ د 104مې کلیزې په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. په دغو پیغامونو کې پخوانیو سیاسیونو او چارواکو د ملت په یووالي او له فرصتونو په ګټې اخیستنې ټینګار کړی. پخوانیو سیاسیونو او چارواکو د افغانستان له سرپرست حکومت غوښتي دي چې د انجونو پر وړاندې دې د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې هم پرانیزي. امروز 28 اسد مصادف با 104مین سالگرد استقلال افغانستان است. پوره 104 سال قبل از لازرس شاه غازی امان الله خان ملت افغان را از اشغال انگریزان آزاد ساخت و استقلال خود را اعلام کرد. اعضای رهبری امارت اسلامی و شمار از مقامات و سیاسیون پیشین به مناسبت 104مین سالگرد استقلال و استرداد افغانستان پیام‌های تبریکی خود را در رسانه‌های اجتماعی به ملت افغان منتشر ساختند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیام منتشر ساخته در این مورد صلح و ثبات دائمی در کشور را تمنا نموده و تاکید کرده که برای رهایی از محتاج بودن بر دیگران تعلیم و تحصیل مهم تلقی می شوند. کرزی به مناسبت این روز تاریخی از حکومت سرپرست خواسته است تا هرچه عاجلتر در به مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران باز نماید. در این روز تاریخی یک بار دیگر از حکومت سرپرست می خواهم که هرچه زودتر دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را بر روی دختران باز نماید و در سراسر کشور زمینه تعلیم و تحصیل را برابر کند تا به عنوان دارندگان آزادی واقعی از محتاجی دیگران رهایی یابیم و کشور خودکفا باشیم. عبدالکریم خورم سیاستمدار و نویسنده در پیام منتشر ساخته به مناسبت از این روز به ناهنجاری های گذشته اشاره کرده و گفته است که در تاریخ افغانستان همه سیاه و یا سپید نیستند و تاکید ورزیده که دیگر باید به تاریخ خود به دیده انتقادی بنگریم. با در نظر داشت به این افتخار و نابسامانی های اخیر ما باید به تاریخ خود به گونه انتقادی بنگریم. در تاریخ همه سیاه و یا همه سفید نیستند. علاوه از سیاسیون و مقامات پیشین دیگر، انس حقانی عضو رهبری امارت اسلامی 28 اسد را مملو از افتخارات خوانده و آن را یک روز زرین در تاریخ افغانستان دانسته است. امروز روز اعاده استقلال سیاسی از بریتانیا است و برای مردم مجاهد افغانستان مبارک باشد. 28 اسد یادگار نیاکان ما است که بخش طلایی تاریخ ما را رقم می زند. پوره 104 سال قبل در همین روز ملت غیور افغانستان با عزم، اراده قوی، قربانی و همت بلند به اشغال انگریزان خاتمه داد و شاه غازی امان الله خان در کشور استقلال خود را اعلان کرد. روز استقلال به طور گسترده توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی جشن گرفته شد. آنها از روز استقلال به عنوان یک ارزش ملی یاد می‌کنند و از حکومت می‌خواهند که از ارزش‌های ملی محافظت کند.
کاربران رسانه های اجتماعی تاکید دارند که حکومت سرپرست باید به هدف پیشرفت افغانستان و دختران و پسران به طور یکسان زمینه آموزش را فراهم نماید. امروز با تفاوت در روزها و اوقات دیگر رسانه های مجازی پر از مبارکی های روز استقلال کشور است. کاربران شبکه های مجازی به مناسبت این روز علاوه بر مبارکی خواهان گذاشتن نقطه پایان به بدبختی نابرابری ها و جنگ های تحمیل شده بر افغان ها و امنیت سرتاسری هستند. به مناسبت 104مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان به همه وطنان مبارکی می گویم. این روز مقدس سبب پایان بدبختی، نابرابری و جنگ های تحمیل شده و صلح سرتاسری و آمدن آرامش شود. سفیر پیشین افغانستان در ایران با زبان شعر علاوه بر مبارکی روز استقلال اشاره برای باز شدن دروازه های مکاتب دخترانه کرده است. اما بسیاری از هموطنان ما در کشور خوان عمل بر آن سخن شاه غازی امان الله خانند که مردم را تشویق به گرفتن قلم به جای تفنگ نموده است. برای شادی روح غازی امان الله خان و پیشرفت و آرامی کشور روی این سخن غازی عمل کنید، اسلحه را به زمین بگذارید و قلم را بردارید، زیرا یک کشور بی‌سواد هرگز مستقل نیست. نماینده مردم خوز در ولسی جرگه 104مین سال روز استقلال افغانستان را به ملت افغان مبارکی گفت و 28 اسد را برای افغان‌ها یک روز تاریخی و مفتخر خواند. بنان گرانو افغانان، شاه غازی امان الله خان د هیواد پالو او رون اند سمبول دی. خیار اوسی د افغانستان د خپلواکۍ 104مه کلیزه مو مبارک شه. 104مین سال روز استقلال کشور از توی سران حکومتی هم در محوطه وزارت دفاع ملی با گذاشتن دسته های گل بر منار آزادی تجلیل کردید. از 104مین سالگرد استقلال کشور در ولایت خوست نیز تجلیل به عمل آمد. سالگرد استقلال کشور از سوی ریاست اطلاعات و کلتور این ولایت با حضور داشت مقامات محلی و باشندگان خوست تجلیل شد. مقامات محلی این روز را در تاریخ کشور مملو از افتخار خوانده و در کنار آن از جهان می‌خواهند تا استقلال افغان‌ها را بپذیرد و در امورات داخلی آن مداخله نکنند. نیوارو او ای گوانیانو رازی افغانستان احاق افغانستان اغلی چه دا یقیناً دی تاریخ بزرین و کرفو که اولانده دیخ پر واقعی ساتنه با موگ و مختلف طریقو سرکو موگ باید اقتصاد لنگان اخ پر واقعو موگ باید تخنیک لنگان اخ پر واقعو موږ باید په نظامي ډګر کې خپلواک وو، موږ باید په سیاسي ډګر کې خپلواک وو. زموږ ټول مشرتابه که تیز تاریخ کې وکوستي، هغوی باید دې پوښتنې ته جواب ووایي، ولې موږ امپراتوري ماتوو او بیا بېرته خپل ځان او ورونه او بچیان ساتلی؟ یا په بل عبارت، څوک ولې زموږ له ازادۍ نه فرصتونه اخلي؟ یعنی نور هیوادونو ته نور خلکو ته دا عبرت او درس په همدغو ورځو کې چې زموږ خلک میړنې دي او د خپلواکۍ او د ازادۍ او د امن غوښتونکي او په امن مین خلک دي. دا د ویاړ او افتخار ځای دی چې موږ د خپلو نیکونو داسې تاریخ راته پرېښی دی چې په هغه باندې موږ ویاړ کوو. سازمان صحی جهان سکتور صحی افغانستان را با کمبود شدید بودجه روبرو خوانده است. این سازمان میگوید که با توجه به چالش های مالی نیاز است تا از سکتور صحت افغانستان حمایت شود، زیرا به گفته آن احتمال بروز بحران در این کشور زیاد است. بر بنیاد معلومات سازمان صحی جهان، در حال حاضر 8 میلیون افغان به کمک های صحی و نجات بخش زندگی دسترسی ندارند. سازمان مذکور از کشورها خواسته است تا در شرایط دشوار کنونی از افغان های نیازمند حمایت نمایند. سازمان صحی جهان در گزارش تازه خود سیستم صحی افغانستان را در سال روان با کمبود بودجه مواجه خوانده است. در گزارش این سازمان آمده که دسترسی 8 میلیون افغان به خدمات و امکانات صحی محدود شده و 450 هزار بیمار نیازمند با شمول خدمات ترانسپورتی از خدمات نجات بخش زندگی محروم گردیدند.
8 میلیون تن افغان دسترسیشان را با کمک های ممکنه صحی و نجات دهنده مهم از دست داده اند و 450 هزار بیمار به شمول ترانسپورت خدمات نجات بخش را دریافت نخواهند کرد. در کنار این تخمین زده شده که 1.6 میلیون تن علائم بیماری روانی را دارند و مشوره صحی روانی و حمایت روانی اجتماعی اندکی دسترسی خواهند شد. بر بنیاد یافته های سازمان جهانی صحت، سال روان در آمار افغان های نیازمند به کمک های بشری 10% افزایش آمده است. معلومات این سازمان نشان می دهد که قبل از اگست سال 2021 میلادی گذشته، آمار افغان های نیازمند به کمک های بشری به 18.4 میلیون تن می رسید که این رقم سال روان به 28.8 میلیون تن افزایش یافته است. طبق برنامه واکنش بشر دوستانه ما در سال جاری افزایش نگران کننده در تعداد افراد نیازمند به کمک های بشر دوستانه مشاهده شده است. بر اساس این طرح 28.8 میلیون افغانان به کمک های اضطراری نیاز دارند، در حالی که این رقم قبلا 18.4 میلیون نفر بود. در اگست 2021 14 میلیون نفر تحت برنامه دریافت مراقبت های فوری پزشکی هستند که 7.5 میلیون کودک و 3.1 میلیون زن هستند. دلایل بحران بشری در گزارش تازه منتشر گردیده سازمان صحی جهان، جنگ های چندین دهه، خشکسالی شدید و حوادث طبیعی خوانده شده است. افغانستان به دلیل بی‌ثباتی چندین دهه خشکسالی شدید و حوادث طبیعی با بحران بشری طولانی روبرو است. میلیون ها تن در فقر زندگی می کند و یا به مواد خوراکی و صحی دسترسی ندارند. آنها با تهدید گسترش سوء تغذیه و بیماری ها روبرو هستند. رئیس سازمان صحی جهان نگرانی ابراز کرده که نبود تمویل مالی زندگی بسیاری از افغانها را با خطر روبرو کرده و از تمامی کشورهای حامی مالی خواسته تا در شرایط دشوار کنونی دست افغانهای نیازمند را بگیرند. وضعیت در افغانستان بسیار دشوار است و کمبود منابع و بودجه برای حمایت از کارمندان صحی و امکانات جان افراد بیشمار را در معرض خطر قرار داده و به شدت متضرر شده است. من از کمک کنندگان می خواهم که سخاوتمندانه کمک کند تا ما بتوانیم به کار نجات زندگی در افغانستان دوام بدهیم. سازمان صحی جهان هشدار داده که نبود بودجه کافی و عدم حمایت از سیستم صحی افغانستان نتایج بد را برای افغانها در قبال خواهد داشت و به طور خاص زندگی زنان و کودکان را با خطر جدی روبرو می سازد. تلاش نمودیم تا در مورد مشکلات موجوده در سکتور و سیستم صحی افغانستان نظر مسئولین وزارت صحت عامه را با خود داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش آنها نظرشان را با ما در میان نگذاشتند. ادامه خبرها پس از وقفه کوتاه. ادامه خبرها. منظور احمد پشتین نظام پاکستان را به ترویج نامنی در مناطق قبایلی و پشتونخوا متهم کرده است. وی در میان هزاران هوادار خود در اسلام آباد میگوید که نظام پاکستان برای رسیدن به اهداف خود در صدد آغاز یک جنگ تازه در مناطق قبایلی و پشتونخوا است. پشتین تاکید دارد که حکومت پاکستان باید برای جلوگیری از ناامنی در مناطق مذکور تضمین دهد و افراد مفقود شده در اینجا را دوباره پیدا کند. از سوی دیگر کارشناسان حکومت پاکستان را بر نقض حقوق تمامی پشتونها متهم می سازند و می خواهند تا حقوق همه پشتونها مسئول بمانند. این کاروان جنبش تحفظ پشتونها این بار برای تامین حقوق باشندگان مناطق قبایلی پشتونخوا و پشتونخوای جنوبی وارد اسلام آباد می شود. قرار بود که رهبران و طرفداران جنبش تحفظ پشتونها در مقابل ستر محکمه پاکستان دست به اعتراض بزنند، اما پلیس راه‌ها را برای آنان مسدود ساخته است. رهبر این جنبش می گوید که نظام پاکستان در تلاش است تا به شمول پشتونخوا در مناطق قبایلی برای به دست آوردن پول‌های خارجی‌ها به بهانه سرکوب تروریسم یک جنگ تازه را آغاز کند و به گفتش پشتون‌ها یک بار دیگر در جنگ مذکور منحصر به مواد سوخت استعمال خواهند شد. به گفته او برای جلوگیری از پروژه مذکور نظام پاکستان به طور مسالمت‌آمیز به اسلام آباد رفته است. حال یک پدر ټکو کېدی یو زلبیلی احساس پیدا کول دي، بیا ملی تنظیم پیدا کول دي، بیا ملی مزاحمت کول دي. ملی احساس پی ٹی ایم په پنځو کالونو کې ډیر پیدا کړ. نن دلته د هر علاقې ځوانان
په یو ځای ولاړ دي. دا پی ټی ایم غوښتل د دې وطن د مزاحمت لپاره، د دې وطن د امن لپاره او د خپلواکۍ لپاره تنظیم جوړو. پشتین پلیسی نظام پاکستان را بر ضد پشتون ها می داند و اتهام وارد کرده که به شمول اعضای پی تی ام صدها هزار فعالین پشتون را ناپدید ساخته است و درخواست می کند که افراد یاد شده باید هرچی عاجلتر پیدا و دوباره به خانواده هایشان تسلیم داده شوند. دا پانزوز دلتا پولیس ور از مونگ دا پره هیچ نو و مونگ تا پتا دا چه کم ورد بدلاسا چولوی تو وقت اول مونگ دست نکو ملگرو تاسو او سلام ولرای نن یقینن مونږ سپریم کورټ ته نو ورسېدلو او د دوی هم دلته روډونه باندې خو بیا به هم راتګوي خو په یو بل شکل کې. از سوی دیگر کارشناسان امور هم به دلیل برخورد با پشتونها روی پلیسی های نظام پاکستان انتقاد می کند و این نظام را به نقض حقوق اساسی پشتونها متهم می نماید. آنان تقاضا می کنند که حکومت پاکستان در چوکات اصول بشری خود را پابند به تامین حقوق پشتونها سازند. پوسی چه نور پختانه رویشته ویدی او لدوین خپل حقوق د پاکستان د قانون د شرایط سرسم غوښتون کیدی موږ له منیو چې د دغه روا لاریونونو مخه په پاکستان کې ونه نیول شي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارو څخه چې تلې په ډېرو هیوادونو کې د ازادۍ د بیان او د بشر د حقوقو نارې پورته کړې دي، خو د پاکستان د جابر حکومت چې کوم ظلمونه یې په پښتنو، سندانو او بلوڅانو پیل کړي دي چپ پاتې دي. هیله منیو چې د پاکستان د حکومت سره په دې هکله په رغنده توګه خبرې وکړي. قبل از این هم حکومت پاکستان جلو برگزاری چنین گرده همایی های جنبش تحفظ پشتونها را گرفته و شمار از اعضای برجسته این جنبش را به زندان هم انداخته است. پایان خبرها. با سپاس از توجهتان. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.